الو الو آره بیا است. صدات هست ها. چی شد چی فکر کردی من هم تو که گفتم اون خط رو میکشم پولا رو میذارم بالا ام. هر چی مال این طرف خط مال من اون طرف خود. خب این پولو پیدا کردی بیا دست خدا ببین ببین گوش کن ببین من, من نمیدونم آخه چه کارایی تو داری میکنی سهم خودت ها خودت میدونی ببین خط میخوای بکشی مربع پس مستطیل پس نمیدونم زوزنقه بابا ولمون کن آقا کلاس هندسه اینجا میخوای بذاری اشکال مختلف میخوای رو زمین بکشی داداش ببین اون روز اون وایزم اسم خوبی هم داشت گفتش که کدوم کتاب بود متا بود آه. یعقوب یعقوب آره کتاب یعقوب آیه باب حالا اونش مهم نیست گفت که هدیه نیکو از بالاست این این باید اصلا اینو باید سر لوحه خودت قرار بدید داشت هدیه نیکو از بالاست خب من نمیام نمیدونم خط و فلان به امام بکشم من یه نقطه یه نقطه پرت میذارم رو زمین خودم رو همون نقطه وای میسم و و هر چی که سهمم هست همه رو میندازم هلفته میندازم بالا خدا الان میخواد هر چقدر 90 درصد 80 درصد 70 درصد دو درصد یک درصد هر چقدر میخواد و همین داره و هم داره هر چقدر هم که نمیخواد هلوپ میندازه تو دستای خودم هدیه نیکو از بالاست با سلام و درود خدمت دوستان عزیز جیلبرت هستم خیلی خوشحالم که این فرصت هست که میتونیم با هم دیگه در مورد پول صحبت بکنیم پول خیلی مهمه پول خیلی هم خوبه یه نفر میگفت که پول گناهه باید از پول دوری کنیم و من در اون جلسه داشتم با میکروفون که دستم بود صحبت میکردم یه گروهی بودن اونجا گفتم ما با پول این میکروفون رو خریدیم بدی کیبل یه سیمی داره دیگه پول دادیم این سیمو خریدیم پول دادیم اینجا رو اجاره کردیم که الان شما اینجا هستید پول دادم که آیپد خریدم که بتونم موعظه روش بذارم <تص> همین پول میخواد پول خیلی هم خوبه برای خدمت میتونه استفاده بشه پول به هیچ وجه بد نیست عشق پوله که بده پول دوستیه که بده پس پول خوبه پول دوستی بده و این یک ضعفیه که فکر میکنم همه ما انسانها داریم چون همه ما رفاه و راحتی رو دوست داریم همه ما عشق و حال رو دوست داریم همه ما خوردن رو دوست داریم نوشیدن رو دوست داریم همه اینا پول میخواد برای اینه که پول رو دوست داریم ولی دوست داشتن پول با پول دوستی خود فرق میکنه من دارم با کلمات بازی میکنم البته ولی عیسی مسیح میدونه که ما احتیاج داریم و بر حسب ایمان ما بر حسب احتیاجات ما واقعا فیض خودش رو نمایان میکنه خیلی وقتا به ما کمک میکنه ولی در عین حال این یک وظیفه است که به خود ما داده گفته ببینید شما کار کنید و پول در بیارید ولی از اون چیزی که در میارید یک دهامش رو برگردونید به من که فقط به یاد بیارید که این برکت منه و یک عادتی برای خود شما باشه که بتونید اون چیزی رو که دریافت کردید رو برای کار من در واقع استفاده بکنید حالا این خودش, خودش خیلی بحث جالبی هست که از کجا این ده یک اومد در عهد عتیق چطوری اسرائیل وقتی که یک هفته یک روز در هفته رو کار نمی کرد روز سبت رو نگه می داشتن و ده یک می دادن با این وجود محصولتش خیلی بیشتر بود و برکت بیشتر داشتن و داستان بسیار زیبایی داره ولی نمیخوام وارد اون بشم ولی میخوام خیلی کوتاه این اشاره کردم که فقط بگم که در هدیه دادن برکت هست در هدیه گرفتن هم بلک برکت هست چرا که نه ولی کلام خدا میگه بدهید تا به شما داده شود یعنی وقتی که به کلام خدا نگاه میکنیم چند آیه را من خونم ام... میگه کجا اینجاست میگه بدهید تا به شما داده شود بعد میگه پیمانه پر فشرده تکان داده لبریز در دامنتون ریخته خواهد شد یعنی میگه ببینم چیزی که ریختی حالا من تکونش میدم پرش میکنم یعنی تا آخرش که لبریز داره میشه به تو برمیگردونم با هر پیمانه ای که بدی با هم پیمانه به تو داده میشه پیمانه کوچیکی دادی پیمانه کوچیکی به تو برگردونده میشه اگه خیلی بزرگ دادی بزرگ برگ یعنی به هر مقداری که شما بدهید به شما داده خواهد شد و این خیلی واضحه خیلی پیچیده نیست برای همینه که من سعی میکنم از فرصت ها استفاده بکنم من خانم خانمم از هر فرصتی که میتونیم استفاده بکنیم که میتونیم کمک بکنیم که یه جورایی حالا نمیدونم شاید کلمه بدی باشه این که میخوام بگم یعنی یه وزن منفی باش میاد ولی زرنگی زرنگی خوب ها نه زرنگی بد به نظر من ایماندار زرنگ هست که بتونه از فرصت ها و شرایط زندگی استفاده بکنه که برکت کلام رو برای خودش داشته باشه اگه کلام خدا میگه بدهید به شما داده خواهد شد به همون پیمانه خب من اگه یه جایی میرم که میبینم احتیاج هست و من میتونم یه ده دلار اونجا بدم خب از این فرصت استفاده بکنم بدم به من داده خواهد شد بعد حتی میگه این دست از دست راست از شب خبر نداشته باشه میگم اوکی پس حالا که میخوام این 100 دلار رو بدم بگم که یه نفر این 100 دلار داده که به شما بدم که این نفهمه که من بهش دادم ولی هم من دارم بهش میدم یعنی هم خودش نمیفهمه یه برکته هم من دارم یک پول رو تقدیم میکنم عطا میکنم که اونم به من داده خواهد شد یه برکت دیگه است میدونی چی میگم میخوام تازه فکرمون عوض بشه و دنبال گرفتن نباشیم مخصوصا ما ایرانی ها متاسفانه خیلی گیرنده هستیم فقط گیرنده هستیم من خودم وقتی که برای خدمات میخوام پول جمع بکنم میرم کلیسای ایرانی خیلی کم جمع میشه خیلی خیلی کم میرم کلیسای آمریکایی خدا رو شکر همش جمع میشه لبریز میشه چرا من برای خدمت ایرانی میخوام جمع بکنم خب ایرانیان عزیز چرا پول نمیدید چون که طرز فکر ما هنوز اینه که چقدر میتونم بگیرم والا اگه میتونستیم وقتی جبه هدایا داشت رد میشد کیسه هیچ چیزی نمی داشتیم اگه گناه نبود میگفتن اوکی یا میتونید پول بندازید یا میتونید پول بردارید همه برمی داشتن ما ایرانی ها این طرز فکر باید عوض بشه این دید باید عوض بشه به فقیر کمک میکنی مثل این است که به خداوند قرض میدهی و خداوند است که قرض تو را پس خواهد داد امسال 19 17 آیا فکر میکنید که اگه به خدا قرض بدیم با کمک کردن به فقیر داریم به خدا قرض میدیم این این رو میگه فکر میکنید خدا قرض ما رو پس میده یا نامرده ورش میداره میخوره پول ما رو خدا مسلما پس میده خیلی بیشترم پس میده من بارهای بار حالا فرصت نیست ولی اینقدر داستان ها برای گفتن دارم دهها داستان دارم که چطوری من به این نفر دیگه کمک کردم چون که احتیاج داشت چطوری خدام به من کمک کرده و این قرض منو که بهش دادم با کمک به این فقیر به من چطوری قرض رو برگردونده خیلی خیلی بیشتر همین خونه ای که الان من توش هستم دارم فیلم برداری میکنم یکی از اون روش هایی که خدا به من برگردون که قیمت خرید این خونه رو به هر که میگم شاخ در باورش نمیشه که اشتباهی شده بود در بانک انگار این قیمت رو گذاشته بودن و حالا داستان خیلی زیبایی داره ولی انگار جنگ شده بود روی, روی این خونه که 50 نفر میخواستم بخرم من یکی از اینا بودم ولی بانک گفت نه چه چرا میخوام به این شخص بدم اینو به من داد با قیمت بسیار پایین که یه اتاق امروز خیلی خیلی بیشتر از سه اتاق ای که من توش میشینم و این خونه رو خریدم چطوری شدی اشتباهی شده بود ولی کار خدا بود خدا داشت قرض منو برمیگردوند بیاید اعتماد بکنیم خدا خدای بخشنده ای است پس مال خدا رو به خدا برگردونیم و مال مردم رو که در واقع هدایه است که ما باید به مردم بدیم خدمت هست به مردم بدیم و منتظر باشیم در انتظار در ایمان که خداوند سهم ما رو به خودمون برگردونه چون که خداوند خدای نیکویی هست خدای بخشنده هست خدای بخشنده شما رو برکت بده باشد که شما هم مثل خدا بخشنده باشید که خداوند با اون پیمانه به شما برگردونه تا برنامه بعد خداحافظ